با آقای علی حیدریان خیلی خوشحالم از اینکه اینجا تشریف دارین و از شما میخوام خودتون معرفی کنین بیشتر برای بیننده های ما و در مورد این فیلمی که در اون نقشی بود داشتین هم صحبت کنین. بله خیلی متشکرم، جا داره که از مهراب یه تشکر بکنم و جا داره که اینجا یادی کنم از استاد عزیزم که متاسفانه سالها از دستشون دادیم، آقای چنگیز جلیلی بند. من یه خاطره ازشون بگم که من دقیقا با ایشون شروع کردم. بله اول خاطرم دعوای ایشون بود، گفتن که پاش برو بیرون. یعنی اولین چیزی که یادم میاد ازش این بودش که من خیلی بی‌حس میگفتم، گفتش که پاشو برو بیرون. و برای من خیلی دردناک بود این قضیه و از سری بعدی من همیشه بهترین کسی بودم که حالا براش به اون دوره. اما یه چیزی در خصوص دوبله بگم، من کار هنری مکلن در زمینه هنری که حالا در چند جایی که دارم کار میکنم از 5 سال پیش شروع کردم، خیلی دیر شاید. بله. ولی حالا به حسب یه اتفاق و صدا کلن برای من خیلی ارزشمنده. صدا چیزی شد که من یک تبلد دوم میدونم، یعنی تمام انگیزه های من و تمام اون چیزهایی که فکر میکردم دقیقا با صدا اتفاق افتاد. زمانی که صدا رو، من یه ذره آدم جاه طلبی بودم، اون موقع که صدا رو شروع کردم، صدا نه تصویر، من تصویرم میخوام، که بعد از اون انجمن سینماگران جوان دوره کارگردانی مو گذاشتم، فیلم سازی، تدوینگری و همینجور ادامه رو پیدا کرد و گسترش پیدا کرد. اما یک چیز، یک اتفاقی هم اینجا می افتاد. من شهرستان بودم، من قزوین بودم، خب تجمع اتفاقا در تهران بود، درسته، و امکانات و این چیزا. به خاطر همین دوبله هایی که اتفاق می افتاد نقشایی رو به من می دادن که دقیقا یا 20 دقیقه آخر این طرف به طرز خیلی شدیدی می مرد، یعنی ریاکشن ها رو باید در می آوردی و تموم می شد. یه همچین اتفاقی بودش و نمی شدش. فاصله گرفتم از دوبله و قسمت نریتوری و کلن دیگه تیزرهای سنتی، انیمیشن، حالا موشن گرافی و خیلی چیزهای دیگه و به این سمت به صورت تخصصی و خیلی کارهای متفاوتی که بودش که انجام شدش. و یه چیزی هم که میخواستم بگم خیلی برام مونده بودش، دیشب بود یا پریشب بود تو کلاپاس یک سری از دوستانی که دوبله میکنن، حالا استایی برم پیکی هستن، توی دوبله هایی الان توی اپلیکیشن هایی مثل فیلمون اما با خیلی چیزهایی که این فیلم ها دستشونه، یه جمله یه نفر گفتش که الان که این بچه هایی که دوره هم جمع شدن با عشق دوبله کردن، اینا خیلی برای من ارزشمندن و همیشه خودم باره بس وقت صحبت میکنم که این عشق خیلی مهمه تو دوبله، در صورتی که امروز اگه نگاه کنید خیلی فیلم های دوبله شده نگاه نمی کنن و میرن سمت فیلم های زبان اصلی. بله. اون آقایی که اونجا بودش و فیلم های متعددی رو از دوبله می کنن، شاید 5 تا 6 تا در هفته دوبله می کنن و میدن به اینها. خب من دوبله می کنم، اصلا دوست ندارم فیلم دوبله شده نگاه کنم. خیلی برام عجیب بود. آها. چرا این صنعت، این قسمت که یک دنیای پشتش هستش، خیلی عشق پشتش هستش، دست کسایی میفته که واقعا عاشق شده و کسی که خودش داره انجام میده و بیان میکنه که نه من اصلا خودم دوبله میکنم ولی اصلا دوست ندارم نگاه کنم. شاید اونجا نقص هایی وجود داشته باشه، دوبله ما اگر شاید امروز خیلی گوش نمیدن ضعیف شده به خاطر ترجمه های اشتباه، ترجمه های غلطی هستش که این اتفاقات براش میفته نیست. و دوبلورها اگه نگاه کنیم امروز دوبلورهای خوبی داریم، ولی ما توانایی های دوبلورهای قدیم رو باید نگاه کنیم، مثل کسی مثل ایرج دوستدار که من تو پادکست خودم هم بهش اشاره کردم. ایرج دوستدار به یه چیزی میشناختنش، به پس سری هایی که میگفتش، پس سری های قشنگی که میگفت. اصلا بعد از اون گفتن که این شخص رو بیارید جای جان بین صحبت میکرد، که از اونجا پس سری های قشنگی گفتش، از خودش میگفت. یعنی این هنر اون دوبلور بودش که علاوه بر اون چیزهایی که باید بگه یه کار متفاوتی هم انجام میداد که بیننده جذب میشد و خیلی از کسا از اون روز به بعد جامبین برایشون شد که فیلمی که اصلا دوبله نگاه میکردن برایشون قشنگ بود، چون اصطلاحات که میگفتیشون داشتن در کارشون دقیقا خلاقیت ها. و ما بخوایم تو این صنعت که امروز هستش یک سری ها ورود میکنن بدون آموزش، آقای پیشن واقعی اشاره هایی کردش دقیقا درست میفرمایند، کسایی هستن امروز دارن میان داخل این چه بدون آموزش، بدون اینکه اصلا دوره‌ای دیده باشن و میان و ما ناخودآگاه در دوره جدید
رفته، حالا به کشور خودمونم میرسه، در دنیا دیگه دوبله داره متفاوت میشه توسط هوش مصنوعی. کسایی که میگن به هوش مصنوعی دقیقاً چه بازیگر رو سینک میکنه با لبا، یعنی با هر گویشی هر چیزی دیگه. اون ما مشکلات دوبله عجیب غریب که داره الان نمیخونه مثلا سینک نمیشه نداریم. اینجا کیا برنده میشن؟ کسایی که بازی میکنن، کسایی که بلدن، کسایی که حسا رو میشناسن. دوبله همون که بازیگری هستش کسی نمیبیندش، یعنی شما حس رو میدونه، حس غرق شدن رو میدونه، حس عاشق بودن رو میشناسه و این رو منتقل میکنه به بینندش. و ما امروز آقای جواقی میگه یه سری ها تیپ دارن صحبت میکنن و این خیلی بده تو این صنعت که الان داره اتفاقا میفته. به خاطر این شاید خیلی ها این اتفاقا براش میفته که نمیرن سرش. اما خودم توی اینجا یه روز آقا میرا گفتش که علی تو یه نقشی میخوام بهت بدم، دقیقا نقش اونم من میگفتم اون پسره که دماغ گنده هستش، من دقیقا اون پسره که دماغ گنده هستش من گفتمشو و سعی کردم که بگم، چون شخصیت خودم رو داشت یه پسری که شیطون بود، حاضر جواب بود، من دقیقا تو مدرسه همین شخصیت رو داشت. بعدا خوب بودم. پس این برای با نقشی که شبیه خودتون بود تونستین، یعنی به جای اون صحبت کنی، خیلی جذاب براتون و کارا بهتر. اصلا دوبله کلاً جذابه، ولی خب ما بچه های شهرستان یه ذره مظلوم واقع میشیم نسبت به این قضیه. تمرکز کلاً توی تهران و خیلی اتفاقا اونجا میفته، ولی ما سعی کردیم که باشیم. بله، این کارا انجام که ادامه بدین با همین عشق و علاقه ای که دارین. و شکرم. در مورد این فیلم دختر فراری هم باز صحبت دیگه ای داشته باشین یا اینکه حالا باز توی فرصت دیگه به شما بپردازیم؟ دختر فراری رو خلاصه بگم که بچه های دیگه میخوان صحبت کنن که چون وقت نیست. دختر فراری اولین باری که دیدمش برای من خیلی، من اصلا کلن تاریخ قدیم و هر آن چیزی که از اون قبل برمیگرده برای من باز. چه الان که در تو پادکستم که از دیدگاه تاریخی میگم، چه کارهای طراحی فوتومونتاژی که انجام میدم و به اون تاریخ، این قسمت قضیه برای من قشنگ داشت که اون تاریخه و این که بچه‌ها اشاره کردن که اون آدم‌ها دیگه نیستن واقعا، این خیلی برای من دردناک نبود، ولی یه حسی داشتش اون آدم‌ها نیستن، اون آدم‌هایی که دوبله کردن، حالا ما قرار اینجا یه کاری رو انجام بدیم، پس این کار همین جوری نیست، این کار آدم یه عذاب وجدانی هم نسبت بهش داره، میگه این کار باید خوب انجام بشه، هر چیزی که بلدی نسبت به این کار باید انجام بده، چون یه ادای دینی هستش نسبت به خیلی از آدمایی که قبلا بودن و الان نیستن. برای من حس خوبی داشتش تا اینجا و حالا اگه دوستای دیگه صحبت کنن که خیلی پاسگزارم، خیلی لذت بردیم و امیدوارم که باز در کارهای آینده از شما خبرهای خوبی بشنویم و کارهای خوبی از شما بشنویم ببینیم. سپاسگزارم.